سرخط مهمترین خبرها، آلمان دین افغانستان، پاکستان و عربستان خواهان توقف جنگ شدند. دو کودک در پای افتادن یک موتر در رودخانه پنجشیر غرق شدند و همچنان در پایان واحد نژند در هتلی که رفتیم دختران بسیار با پیراهن‌های برهنه بود. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه افغانستان In My Head، واحد نژند، دختران باید حجاب اسلامی را مراعات کنند. واحد نژند چهره ای که اکنون از نوجوان گرفته و بزرگ سال کشور همه او را می شناسند وی در مبارزات آزاد کمربند قهرمانی دارد. دو روز قبل سخنان وی در یکی از برنامه های یوتیوب چینل کابل تایمز زمان جنجالی شد که وی دختران را به داشتن حجاب اسلامی دعوت کرد. واحد نژند می گوید که زمانی که وی در یکی از هتل‌ها که رفته بود، دختران با لباس های برهنه و چهره های غلیظ آنجا حضور داشتند. واحد نژند می گوید که آن لحظه برایش تلخ گذشت، اما تعدادی از دختران به این سخنان واحد نژند پاسخ تند دادند و گفتند که هرگاه قرار باشد که حجاب اسلامی مراعات شود باید این موضوع را از سر خود شروع کنی. دختران در پست هایی که این سخنان واحد نژند را بخش و نشر کردند کامنت گذاشتند که باید آقای نژند دیگر با یک شورت مسابقه نکند و تاتوهایی که در بدنش است را باید حذف کند، چون تمام این موارد را که ما دختران ذکر کردیم خلاف دین اسلام است. تا هنوز آقای واحد نژند به این گفته های دختران خانم ها کدام جوابی نداده است. دیده شود که آقای نژند گفته های خود را در باره دختران پس می گیرد یا جواب دختران را می پردازد. همچنان این در حالی است که دو کودک در پی افتادن یک موتر در رودخانه پنجشیر غرق شدند. اشت صبح پروان، مقام های محلی ولایت پنجشیر می گویند که در نتیجه یک حادثه ترافیکی در این ولایت دو کودک جان باخته است. منصور انابی سخنگوی والی پنجشیر در گفتگو با روزنامه اشت صبح می گوید که این رویداد روز پنجشنبه 20 جوزا در ولسوالی خنج پنجشیر رخ داده است. با گفته انابی یک موتر کرولا با 6 سرنشین به سوی ولسوالی پریان در حرکت بود که در منطقه خنج از جاده منحرف شده و بر رودخانه افتاد. انابی گفته که کودکان کشته در این رویداد 5 ساله و 7 ساله هستند و تا اکنون به دلیل آب خیزش های دریایی جسدهایشان پیدا نشده است. همچنان این در حال است که به نقل از تلو نیوز، آلمان دین افغانستان، پاکستان و عربستان خواهان توقف جنگ شدند. آلمان دین افغانستان، پاکستان و عربستان سعودی امروز پنجشنبه در نشست در ریاض خواهان قطع جنگ و خونریزی ها در افغانستان شدند. آلمان این سه کشور از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواستند تا از راه صلح و آشتی به ائتلاف هایشان پایان دهند. محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد و حج اوقاف افغانستان گفت به انفجار و انتحار که از کودکان و آلمان و دیگر در کشور ما قربانی میگیرد پایان دهیم. طرف مقابل ما هم برادران ما هستند، ما مانند آنان نیستیم و آنان را کافر خطاب نمی کنیم. ما همه کلمه مبارک را میگوییم و آنان هم. مسلمان در افغانستان در مسجد ها کشته می شوند، کودکان هنگام تولد کشته می شوند، بر دانشگاه ها و شفاخانه های ما حمله می شود. من از این نزدیکی خانه خدا از اینجا بر آنان صدا می کنم که به این کشتار پایان دهید. نمایندگان پاکستان در این نشست گفتند که امنیت در افغانستان به معنای ثبات در پاکستان و منطقه است و آنان برای پایان جنگ در افغانستان همکاری خواهند کرد. نورالحق قادری وزیر
امور اسلامی پاکستان اظهار داشت حکومت علما و ملت پاکستان می کوشند تا با اخلاص صلح در افغانستان برقرار شود. ما امیدوار هستیم که تا رسیدن صلح در افغانستان عربستان سعودی هم با ما همکاری داشته باشد. برخی دیگر از سخنرانان این نشست جنگ کنونی را در افغانستان ناروا دانسته و تاکید کردند که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان هیچ توجیهی برای جنگ نمانده است. افتخار حسین نقوی عالم دین پاکستان اظهار داشت صلح در افغانستان و برای کل جامعه مهم است. پاکستان خواهان صلح در افغانستان است. برای استقرار سیاسی در افغانستان یک فرصت مهم به میان آمده است. سفیر پاکستان در عربستان گفت که بحران افغانستان رای حل نظامی ندارد و با گفتگوهای سیاسی باید پایان داده شود. همچنان این در حالی است که شورای امنیت ملی میدان هوای کابل با معیارهای جهانی فعال میماند. همزمان با نگرانی در مورد امنیت میدان هوای کابل پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، شورای امنیت ملی میگوید که این میدان هوایی با معیارهای جهانی فعال خواهد ماند. خبرگزاری افاق طبق اعلامیه این شورا، همدلان محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری از فرماندهی ماموریت حمایت قاطع مستقر در میدان هوای کابل دیدار کرده است. شورای امنیت ملی گفته که هدف از این دیدار فعال نگه داشتن میدان هوای بین المللی حامد کرزی مطابق با استانداردهای سازمان بین المللی هوانوردی ICAO بوده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت کانال ما ویدیوهای ما را لایک سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.